درود بر شما. 27 خرداد ماه 1401 خورشیدی و 17 ژوئن 2022 میلادی. امشب در صفحه آخر می‌پردازیم به نقض حکم‌های سنگینی که دادگاه‌های ویژه اقتصادی با کلی درام دروم صادر کردن، مثل نقض حکم دادگاه اکبر طبری معاون اجرایی و مالی دو رئیس قوه قضاییه که هفته پیش اعلام شد نقض شده است، بعد به دروغ تکذیبش کردن. همه اینا رو در برنامه خواهیم گفت. پرده آخرم خواهیم داشت آخر برنامه. 21 خرداد ماه 1401 رسانه‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند که حکم دادگاه اکبر طبری نقض شد. حکم محکومیت اکبر طبری معاون سابق اجرایی رئیس قوه قضاییه که به اتهام‌های از جمله تشکیل باند چند فقره ارتشاء محاکمه و به 31 سال حبس محکوم شده بود از سوی دیوان عالی کشور نقض شد. فردای اعلام این خبر، یعنی 22 خرداد 1401، دستگاه قضایی گفت این خبر اصلا دروغه، ادعای دروغ است. روابط عمومی دیوان عالی کشور درباره نقض حکم محکومیت اکبر طبری در اطلاعیه‌ای اعلام کرد. درخواست نامبرده مبنی بر تجویز اعاده دادرسی فقط در دو مورد از عناوین اتهامی، یعنی جعل سند و سردستگی شبکه ارتشا، بدون اینکه رأی دادگاه نقض شود اجازه رسیدگی مجدد داده است. یعنی چی؟ کدومش درسته؟ کدومش حقه بازیه و پیچو و پیچو اینا؟ با آقای فریبرز کلانتری، روزنامه نگار افشاگر و محقق، امشب به این موضوع و موارد مشابه میپردازیم. آقای کلانتری درود بر شما. حکم دادگاه اکبر طبری نقض شده یا نشده؟ خلاص ببینید، این صحبتی که شد، اول اعتماد آنلاین خبر رو زد که نقض شده، بعد میزان به نقل از شعبه دیوان اعلام کرد که نقض نشده. در واقع دو تا خبر هم درسته، اما اون خبر دوم به نوعی با یک شگردهای رسانه‌ای میخواستن که این نقض بخشی از رأی که اتفاقا مهمترین بخش همون رأی است و به بهانه همون بخش ها هم این مجازات سنگین رو به آقای طبری دادن، 31 سال زندان رو، یه جوری لاپوشانی کنن و مدیریت افکار عمومی کنن با همون به اصطلاح شو بزرگ رسانه‌ای که در خصوص به ویژه دادگاه آقای طبری شکل داده بودن. پس رأی چی شد؟ البته من خودمم باز شک کردم و مجبور شدم که با وکیل آقای طبری، آقای محمد علی داداشی، تماس گرفتم و ایشون یک دو برگ نامه به برای من ارسال کرد که در تاریخ 24/3/401 ارسال کرده برای آقای القاسیمر، ریاست محترم دادگستری کل استان تهران. ایشون در این نامه دو صفحه‌ای دقیقاً به دو تا شماره رأی ارجاع داده و دو تا تاریخ، یکی در قبلش یک بخشایی نقض شده 23/12/1400، یک بخشای دیگه هم در 18/3/1401 نقض شده و به شعبه 8 کیفری برای اعاده دادرسی ارسال شده. پس نشون میده که این خبر نقض حکم واقعی بوده. دلایل هم ایشون آورده در مستندات خودش که میگه اگر چیزی هم نقض نشده، هم محکومیت های آقای طبری، علاوه بر اینکه یک 15 مورد اتهامی هم در دادسرا قرار معن تعقیب صادر شده، آقای طبری الان 3 ساله که زندانه. در واقع اون بخش آرایی که شما میگید نقض نشده، که ایشون مجازات اونها رو کشیده، اما بابت اون حکم سنگین 31 سال، همین فساد شبکه‌ای و پولشویی و نمیدونم جعل اسناد و اینا که نقض شده و باید در دادگاه همعرض رسیدگی بشه. پس چرا ببخشید، پس چرا میگین هر دو تا چیزی که گفتن درسته؟ خب دروغ گفته دستگاه قضایی دیگه که میگه نقض نشده.
همه واقعیت رو نگفته، نخواسته بگه واقعیت رو. اومده به نظر من یه شگرد رسانه‌ای استفاده کرده و گفته کلیات رأی نقض نشده. بله کل رأی نقض نشده، اما همینطوری که وکیل آقای طبری درخواست نامبرده مبنی بر تجویز، یعنی این روابط عمومی دیوان عالی کشور میگه درخواست نامبرده مبنی بر تجویز اعاده دادرسی فقط در دو مورد از عناوین اتهامی بدون اینکه رأی دادگاه نقض شود اجازه رسیدگی مجدد داده است. یعنی رأی دادگاه نقض نشده، در اون دو مورد فقط اجازه رسیدگی مجدد داده، اون دو مورد هم جعل سند و سردستگی شبکه ارتشا، یعنی نقض نشده به طور کلی. منتها معذرت میخوام، منتها کاش یکم مکس میکردیم بیشتر. حالا من روی نامه وکیل اکبر طبری، آقای داداشی نوشته است در صفحه اول این در پاراگراف دوم، وقتی نوشته که این نقض شده، این نامه به تاریخ 24 خرداد 1401 رفته برای رئیس دادگستری کل استان تهران القاسی مهر، نوشته سابقا نیز همین شعبه محترم دیوان عالی کشور به هنگام رسیدگی به فرجام خواهی موکل در رأی استاری خود به شماره فلان تاریخ 23/12/1400 ضمن نقض حکم محکومیت حبس 12 سال پولشویی تمامی آن بخش از محکومیت‌های مالی و راجع به ملک‌های موضوع اتهام را نیز نقض کرده بود. یعنی دقیقاً دیگه ببین این بخش حرف وکیل آقای طبری همینه دیگه، میگه شما یه نفر آوردید بهش اتهاماتی زدید و بر اساس اون اتهامات که یکیش این پولشویی بوده که در همین تاریخ 18/12/1400 اونو نقض کردید، الان دو مورد دیگه نمیدونم ارتشای شبکه‌ای و نمیدونم جعل اسناد رو نقض کردید، قبلا هم یه بخشش که توی مراحل دادرسی قرار من تعقیب خورده، پس اصلا اینجا چیزی نمونده. شما رأیتون بر اساس همین اتهامات بوده اون 31 سال زندان که، وگرنه مثلا اگر شما میخوای استناد کنید به اون که ایشون در یک پرونده قضایی نفوذ کرده، ایشون هم همینو میگه، میگه اون که اصلا اگر جرمی هم بوده میخواستید زندانی هم بدید، ایشون هم 3 سال زندان همون اتهامو کشیده دیگه. بله. در واقع رأی نقض شده، باید برگرده در شعبه 8 اعاده دادرسی بشه. و توی این نامه‌ای که مورد بحث ماست و نشون دادیم در آخر این نامه، در واقع آقای داداشی وکیل اکبر طبری میگه که شایسته است که دادگاه محترم تأمین کیفری استفاده نشده، قبلا صحبت شده بود 100 میلیارد تومانی رو به عنوان جایگزین تأمین کیفری موکل، در قبال دستور تعویق و توقف اجرای ادامه حکم حبس و آزادی ایشان منظور فرمایند، یعنی ملک‌های موضوع اتهام نیست همچنان توقیف هستند و موکل ممنوع المعامله است که این امر نیز در تقلیل تامین کیفری مؤثر خواهد بود. به هر حال یعنی میگه که دیگه الان وقتشه که آزاد بشه، چون خودتون لااقل از 8 مورد اتهامی که دادگاه حکم داده بوده 31 سال 6 موردشو طبق این نامه نقض کردین، 6 موردشو گفتین قبول نیست، 2 موردشو گفتین دوباره بررسی بشه که میفرستیم به دادگاه هم عرض، و برای 2 موردش هم میگه 3 ساله که زندان مریض فلان بهمان اینا، حالا بیاین 100 میلیون تومان بگیرین و خلاص کنین. نه گذاشتن دیگه، اون 100 میلیارد تومان وثیقه رو گذاشته بودن، میخواستن که مرخصی استعلاجی برای درمان بگیرن که حالا ایشون اومده گفته اون هست دیگه، اون تامین وثیقه رو شما به حساب وثیقه آزادی ایشون بذاریم. آقای کلانتری، حالا بعداً دوباره من اگه فرصت بشه به این دادگاه طبری میپردازم، بیایم مثلا به این دادگاه ویژه اقتصادی بپردازیم. چند تا دادگاه در مجتمع ویژه اقتصادی برگزار شده و اصلا چون چند ساله که این مجتمع ویژه اقتصادی اصلا درست بود، چند تا دادگاه برگزار شده، چرا اصلا به وجود اومد، کی به وجود اومد این مجتمع، این دادگاه ویژه؟ ببینید مجتمع ویژه اقتصادی 14/11/98 بعد از حضور آقای رئیسی، یعنی در 16/12/97 ایشون میاد تو قوه قضاییه، 14/11/98 افتتاح میشه با حضور آقای رئیسی و آقای مسعودی مقام،
منتها افتتاح این مجتمع متعاقب اون فرمان استجازه ای است که آقای آملی لاریجانی در 20 بکنم برج 5 ماه 5/97 بود که از آقای خامنه ای استجازه کرد که تشکیل دادگاه ویژه اقتصادی رو بده. در این دادگاه در مجموع حدود شاید 140 پرونده تا کنون بررسی شده تقریبا، که در یک جنبندی که من کردم مثلا حدود 978 حکم صادر شده، حکم قطعی که 9 تاش اعدام بوده، 4 تاش حبس ابد بوده، 110 حکم تا 20 سال زندان اصطلاح صادر شده، 771 رأی زیر 10 سال، 44 رأی 20 تا 30 سال و 116 رأی انفصال دائم از خدمات دولتی و حدود 172 رأی انفصال موقت و 161 هم حکم شلاق صادر شده از طرف این دادگاه. و همش هم اجرا شده اینا؟ اجرا شده که برخی آرا که رفتن در دیوان دوباره نقض شدن، بعضی ها که اصلا تبرئه شدن، یعنی این موضوع خود اجرا، بعضی از متهمین هم که رأی دارن اما اینا اصلا زندان نیستن. نمیدونم اینا الان در چه وضعیت هم، اونجوری که ما بررسی کردیم اصلا زندان نیستن. حالا بزنین تا برسیم به موقعش بپردازیم. ببینید ویژگی که این مجتمع ویژه اقتصادی، یعنی دادگاه‌های ویژه اقتصادی داره، به دستور خامنه‌ای آمدن و برگزارش کردن، دو ویژگی خیلی مهم داره. یکی این است که فرجام خواهی توش نیست، یعنی اینکه وقتی دادگاه رأی میده، اگه من اشتباه میکنم شما اصلاح بفرمایید آقای کلانتری، اگه دادگاه رأی میده اون رأی قطعی است و لازم الاجرا، و دومین ویژگیش این است که تنها و تنها میتواند اگر قبول بکنه دستگاه قضایی بره دیوان عالی کشور بررسی مجدد بشه، ولی دادگاه تجدید نظر به معنای حتی دادگاه انقلاب و اینا نداره. درست عرض میکنم؟ ببینید دقیقه یه بخش کاملا دو برای اون استجازه اول، یعنی اون 2 که تمام شد این مدلی بود. در استجازه دوم یه مقدار تغییر دادن. در استجازه اول که اصلا هر وکیلی هم نمیتونستید استفاده کنید، یه سری وکیلای خاصی بودن که مورد وثوق قوه قضاییه بودن، میتونستن تو این پرونده ها ورود کنن. اما تو مرحله دوم استجازه یک اومدن که یه مرحله نه تجدید نظر، یه مرحله فرجامخواهی در دیوان بهش اضافه کردن، و دومیش این بود که هر وکیلی هم میتونستن، متهمین میخواستن میتونستن معرفی کنن به این دادگاه. بسیار خوب. ببینیم با فهرستی که شما در واقع اعدادی که فرمودین، اعدامی و شلاقی و زندانی و فلان و بهمان و اینا، یعنی بیایم خوشبینانه نگاه کنیم که بله زدن یه سری آدمایی که مفسد بودن در این دادگاه ویژه اقتصادی چپه کردن. وضع چرا این کارو کردن؟ برای اینکه وضع سیستم بانکی درست بشه. وضع سیستم اقتصادی درست بشه. وضع بانک‌ها چه تغییری کرده از وقتی که با این دادگاه‌ها دست مفسدان به اصطلاح کوتاه شده است؟ عرض کنم خدمتتون که همونطور که گفتید یکی بحث بانک‌هاست، یکی هم بحث اقتصاده. ببینید در بحث بانک‌ها مثلا یکی از پرونده‌هایی که خیلی هم بهش افتخار میکنن که بهش ورود کردن، پرونده بانک سرمایه است. ببینید به بهانه این که بانک سرمایه 6000 میلیارد تومان معوقات بانکی داره از تسهیلاتی که داده، اومدن به پرونده بانک سرمایه وارد شدن، در حالی که در همون موقع
بانک قوامین 180 هزار میلیارد تومان معوقه داشت، بانک پاسارگاد 35 هزار میلیارد تومان، بانک ملی 65 هزار میلیارد تومان. یعنی اگر شما میخواستید بحث معوقات مهمه، چرا نرفتید اول به قوامین که دست نیروی انتظامی بود ورود کنید که 180 هزار میلیارد تومان معوقه داشت؟ حالا به هر صورت اینا اومدن وارد شدن به بانک سرمایه. این تو بحث بانکیش، حالا به اقتصادم میرسیم. ببینید بانک سرمایه تا موقع ورود این تیم کمربند امنیتی عرض کنم که قضایی داشته سود میداده، حالا یا سود نمیداده مثل سال 90 که هیچ سودی نشون نداده، اما مثلا سال 91 92 و 93 81 میلیارد 196 میلیارد 42 میلیارد تومان سود نشون داده. اما به محض اینکه این تیم ورود کرده، یعنی سال 94 آقای قهرمانی خودش میگه قصه ای تعریف میکنه که میگه چند تا معلم اومدن برای من نامه نوشتن، گفتن دارن حق ما رو میخونن. حالا به اینم میتونیم برسیم که اصلا هیچ ربطی نداره صندوق ذخیره فرهنگیان به بانک سرمایه، و ما ورود کردیم، اینا ورود میکنن، شروع میشه زیان بانک یک منفی، یعنی همون سال میشه منفی 786 میلیارد تومان زیان، سال بعد میشه 5000 میلیارد تومان، الان در سال، یعنی در سال قبل سال 1400 35000 میلیارد تومان این بانک فقط زیان انباشته داره، یه چیزی نزدیک 30000 میلیارد تومان هم از بانک مرکزی استقراض کرده و بدهکاره. یعنی الان بانک سرمایه تمام شده دیگه، چیزی بدون بانک وجود نداره. با 35000 میلیارد تومان زیان انباشته، 25000 میلیارد، بین 25 تا 30000 میلیارد تومان استقراضی که از بانک مرکزی کرده و بدهکاره به بانک. بعد تازه نکات از این جالب‌تر هم میشه. ببینید تا سال 94 که به قول آقای قهرمانی و آقای مسعودی مقام این عناصر فاسد در اون بانک بودن، کارمندای بانک سرمایه در مجموع 2300 نفر بودن. الان در حال حاضر تعداد کارمندا شده 4600 نفر در حالی که هیچ شعبه اضافه نشده، این بانک بزرگتر نشده. ببینید دو برابر شده، دو برابر کارمنده بانک زیاد شده. اینا کی هستن؟ خب بیان جواب بدیم، این لیست رو بیاریم ببینیم که این دوزازا فامیل کدومی که از شما هستن، کدومی که از این مقامات قضایی امنیتی هستن که اومدید اینجا به زور اون قدرتی که چنبره‌ای که زده بودید توی بانک استخدامشون کردید. تو حوزه‌های دیگه اقتصاد هم همین جور بوده. شما ببینید آقای وحید مظلومین رو میان در یک فرایند غیرقانونی اعدام میکنن به عنوان سلطان سکه. سکه چقدر اون موقع؟ 3 میلیون تومان، 3,200,000 تومان. الان سکه 16 میلیون تومان امروز در تهران. این تو حوزه مثلا طلا و مسکوکات و اینا. تو حوزه خودرو دوباره این دادگاه ها میان ورود میکنن، یک عده عظیم از مدیران خودروسازی رو میگیرن، خودروسازی داخلی مثل سایپا و نمیدونم ایران خودرو و غیره، یه سری وارد کننده های خودرو رو میگیرن مثل ایرتویا و غیره، و پرونده های کلان تشکیل میدن، حتی به دو نفر آقای وحید بهزادی و اون خانم نجوا لاشیطایی به عنوان لقب سلطان خودرو میدن، به این دوتا هم حکم اعدام میدن که البته این حکم رفت نقض شد در دیوان، این هم یکی از حکمای نقض شده است. اون موقع جرم اینها این بود که اینا پراید رو میفروشن 22 میلیون و 600 هزار تومان، الان پراید شده 220 میلیون تومان. در واقع این نمایش بزرگ دادگاه‌های استجازه‌ای تغییری در سفره مردم ایجاد نکرده که هیچ، وضع سفره مردم رو هم بدتر کرده روز به روز. خب دیگه نتیجه خیلی شسرفته‌ای گرفتین از توضیحات کافی. آقای کلانتری، این دادگاه ویژه اقتصادی، خب این نتیجهش بر اقتصاد بوده در واقع و بر سیستم بانکی. خروجیشو در واقع اگر بخوایم، شما در مورد محکومیت‌ها فرمودین که چه تعداد حکم اعدام و چه تعداد چلاق و چه فلان و
چه چیزایش اجرا شده، چه چیزایش اجرا نشده، رو چه کسایی اجرا شده، رو چه کسایی اجرا نشده؟ مثلا یا فراری این... بفهمید. بله بله، ببینید این دادگاه ها که شروع شد، پرونده هایی که تشکیل شد تقریبا میشه به سه دسته تقسیم کنیم که یا آرا نقص شده یا آرا برخلاف اون چیزها و اون هیاهوی رسانه‌ای و اون کیفرخواست متهمی صادر شده. مثال هم که زیاده دیگه، ببینید مثلا دادگاه آقای سیف و عراقچی که کلن تبرئه شدن از اتهامات، یعنی اون رأیی که داده بودن، رأی زندان و اون رأی طویل مدتی که بهشون داده بودن. پرونده دوم پرونده آقای علی دیواندری در بانک ملت بود که این همیشون هم تبرئه شد با توجه به اینکه حتی یه حکم 20 سال زندان رو داشتن. پرونده بعدی که پرونده خصوصی سازی بود و آقای پوری حسینی، ایشون هم که چیز شده، تبرئه شده از آرا. آقای طبری هم که الان همین خودمون الان بررسی کردیم، ایشون هم بخشای مهمی که بهش رأی دادن نقص شده. 21 متهم کلان ارزی یا اون دادگاهی که معروف شد به دادگاه نمیدونم مدیران بانک مرکزی، آقای رسول سجاد و آقای محسن صالحی و بعد آقای اون آقای مار آقای هفتپر رو آوردن در دادگاه اینا، اونم که الان متهم ها بیرون هم، یه سریش نقص شده، یه سریش هم ظاهرن براءت گرفتن هم پرونده. اسد بیگی اینا رو بفرمایید. اسد بیگی، بله اسد بیگی. پرونده بانک سرمایه به خصوص آقای محمد امامی که اینقدر شلوغ کردن رو پرونده، گفتن نمیدونم آقا ایشون نمیدونم پولشویی کرده، نمیدونم تحصیلات کرده، گران نمایی کرده، تو سینما پول تزریق داده. اینم وقتی رسید به مرحله رأی، تمام این اتهاماتی که اینها باش یک شوی بزرگ رسانه ای را انداخته بودن، اینها که حتی تو همین رأی اولی هم چیز شده، نقص شده. حالا اگر حتما داره میره دیوان عاده، من مطمئنم که این پرونده بانک سرمایه که آراش مثلا در مورد آقای امامی و آقای قندالی و بقیه متهمین که بودن، این هم حتما نقض میشه. یعنی حکم هادی رضوی هم نقض میشه، یا اینکه هادی رضوی دوماد محمد شریعت مداری رو عرض میکنه؟ بله بله، آقای هادی رضوی که الان بیرونه، من مطمئن نیستم، اما خودش گفته که اعاده من قبول شده، اعاده دادرسی، یعنی نقض شده دیگه حکم. ببینین آخه این چه دادگاهیه که وقتی که تشکیل شد اومدن گفتن که وقتی که متخصصان دادگاه، وقتی در مجتمع ویژه باشه دادگاه ویژه باشه، بنابراین قاضی متخصصه، دادستان متخصصه، نمیدونم این آقای رسول قهرمانیش رو کردن دادستان با کلی سر و صدا و اینا، و بعد همه جمع متخصصان دستگاه قضایی، متخصصان اقتصادی جمع شدن و بعد الان داره حکمای مهمشون که به ویژه در حوزه سیاست و جناح‌بندی‌های درون خودشون خیلی مهم بوده، یکی یکی داره نقض میشه. عرض کنم خدمتتون که کدوم متخصص؟ اتفاقا سوال اساسی اینجاست که کدوم متخصص؟ ببینید 4 تا قاضی دادگاه بودن دیگه، 1 آقای زرگر، 2 آقای صلواتی، 3 آقای موحد، 4 آقای مسعودی مقام. کدوم از اینا؟ این 3 نفر اولی یعنی آقای زرگر و صلواتی و موحد که اصلا تخصصشون در دست پرونده های امنیتیه، یک دادگاه اقتصادی اینو قبل این برگزار نکرده بودن که حتی آشنا باشن. خود آقای مسعودی مقام هم مثل هموناست. آقای مسعودی مقام قبل اینکه بیاد اونجا رئیس دادگاه 68 تجدید نظر بوده، ایشون هم هیچ سابقه ای نداشته. اینی که میگن اینا سابقه داشتن، من نمیدونم این سابقه کجاست که ما ندیدیم. شما ما سابقه ای که از آقای صلواتی و زرگر و موحد دیدیم فقط این بوده که یه عده ای رو میارن حکم اعدام میدن به عنوان جاسوس و متهمین امنیتی. بیشتر این دادگاه ها منو به یاد دادگاه های اول انقلاب، دادگاه های آقای خلخالی انداخت، تا دادگاه هایی باشه که میخواد احقاق حقوق عامه اینا بکنه.
مثل همون دادگاه نه وکیلی بود، نه متهم میتونست دفاع کنه، نه تجدید نظری نبود. تقریبا همون شکلی بود این دادگاه که تشکیل شد. تخصصی هم ما ندیدیم. اگر هست میان بگن که این آقایون چه تخصصی دارن، یعنی قبلش یه دادگاه فساد اقتصادی رسیدگی کردن یا نه. ببینید متهمانی که حالا هی به دادگاه بانک سرمایه شما رجوع میدید، یه نکته رو اولا فرمودید که چرا بانک سرمایه به صندوق ذخیره ارزی، صندوق ذخیره فرهنگیان ارتباطی نداره، با توجه به اینکه همیشه این پیوند در دادگاه صحبت شده، اینکه از پول معلمان برداشته شده و به جیب مثلا امامی تهیه کننده شهرزاد گذاشته شده و غیر و غیره. چرا اینا به هم ربطی نداره میگین؟ ببینید در ببینید این بحث اینه که آقا ما بیایم ببینیم که اگر مرتبطه میخوایم بگیم که آقا بانک سرمایه آیا بیشتر از 4% سهامش متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان هست یا نیست؟ نیست. یعنی ببین ایشون 4% داره، از اون ور شما یه آقای به نام ریختگران 32% سهام ماره اونه. ریختگرانی که قالیباف در واقع اصلا اووردش بله اینها میخواستن از اون بار روانی و اون احترام ذاتی که معلم‌ها در جامعه دارن سوء استفاده کنن و این پروژه خودشون رو ببرن بیرون. کدوم پروژه؟ همین پروژه خودشون چیه؟ ببین پروژه، ببین اصلا تشکیل، ببینید چرا اصلا من حالا میرسیم به این چرا این دادگاه تشکیل میشه، این پروژه چیه. ببینید سال 90 از اتفاقات دیماه 96 شاخص ادراک فساد به شدت در کشور بالا میره. سازمان دیدبان شفافیت بین الملل هم میاد دوباره یه رتبه میده، چند تا هم میذاره رتبه ما، ما میشیم رتبه 150 از 180، یعنی بدتر از مثل آنگولا اینا توی بحث شفافیت اینا، ادراک فساد اینا. به نظر حاکمیت میرسه به یه، یعنی قبلا هم این کارو کردن، حالا اگه خواستید هم بگم پروژه های قبلی هم میگیم، یک پروژه طراحی میکنه که با برگزاری یه سری دادگاه های فساد اقتصادی بتونه این شاخصه فوران کرده ادراک فساد در جامعه رو بیاره پایین، این فروکش کنه. این به زبان ما جنوب شهری ها، این شاخص های ادراک فساد یعنی این که مردم فهمیده بودن که، یعنی باز شده بود، علنی شده بود فساد حکومتی در واقع برای مردم، و این در این حالی که مدام این فساد بالاتر میرفت، شفافیت بسته تر میشد و مردم اینو متوجه میشدن شده بودن در واقع، و باید حکومت تمهیداتی میاندیشید، کارایی میکرد که در واقع سوراخ دعا رو مردم گم کنن، در واقع ایز گم کنه، در واقع مردم نفهمند، ندانند که فسادی وجود دارد، یا اینکه اگر فسادی هم هست حکومت خودش بزرگترین مبارز فساد و مفسدان در کشور. خواهش میکنم. عرض کنم که بله در واقع همین بود، و البته یه نکته دیگه هم بود، یعنی چند تا نکته بود. یه نکته دیگه این بودش که اینها میخواستن به قول معروف یه حساب 80-20 کنن، بگن آقا ما 20 نفر رو بیاریم این متهمای خورد رو دادگاهی کنیم که اون 80 نفر اصلی رو دادگاهی نکنیم. و البته آقای رئیسی هم که اومد برای پرسونال برندینگ و معروفیت خودش، بهترین چیزی که میدید همین مجتمع ویژه هست، چون آقای آملی تو اون سال آخر تقریبا تمام ظرفیت‌های تحولی قوه قضاییه رو بلعید، یکی با یه عفو عمومی 50,000 نفری که گرفت از آقای خامنه‌ای، دو با تقلیل آرای مجرمین مواد مخدر، سه هم با این استجازه. یعنی وقتی آقای رئیسی اومد دیگه چیزی نداشت، برگی نداشت رو کنه به قول معروف، مجبور شد که این برگ دادگاه‌های ویژه اقتصادی رو کنه. خب ببینین
فراری‌های، یعنی داشتین دسته‌بندی می‌کردین درباره بانک سرمایه برای نمونه، چون خیلی سر صدا کردند، فراری‌های دادگاه سرمایه، یعنی کسایی که به عنوان متهم اسمشون اومد توی دادگاه خودشون ولی گفتن نیست، فرار کرده. اینها کیا بودن؟ من میخوام برسم به اینجا که پشت در واقع آدمایی که اینا میارن دادگاه هم چه کسایی هستن، هم کسایی، یه سری که اصلا نمیارن، اسمم نمیارن، بارها گفتیم دیگه تو این برنامه، یه سری که حتی میارن بعد میگن فرار کرده، پشتشون کیان؟ میدونین کیا فرار با که... سرمایه کیان؟ این شاخصه دیگه. بفرمایید. عرض کنم که این به صورت یک سنت دیرینه شده. من الان اگر پرونده فساد اقتصادی تشکیل بشه و توش فراری نباشه، شک میکنم به اون دادگاه. یعنی شما نمیتونی یه دادگاهی بگی که یه دادگاه تشکیل شده و توش فراری نیست. دادگاه سرمایه هم که ما هی بهش ارجاع میدیم به خاطر که اینا خب خیلی توش فوت کردن، خیلی گندش کردن. از این ور گفتن آقا ما 400 تا متهم داریم، 300 سال زندان دادیم برای این دادگاه. اما اتفاقا این دادگاه هم یه سری فراریایی داره که خیلی معروفه، با بقول شما پشتشون هم معلومه کیا هستن. شاخص‌ترینش آقای عبدالله رنجوره که پسر عمه زن آقای لاریجانیه، این شاخص‌ترینشونه که فرار کرده. دومیشون آقای حاتمی‌ریه. ببخشید کی فرار کرد؟ یعنی دادگاه تشکیل اینها، آره دیگه زمان فرارشون هم فرق میکنه دیگه. یه عده‌ای اصلا قبل اینکه دادگاه تشکیل بشن فرار کردن، یه عده‌ای دادگاه تشکیل شده، یکی دو جلسه، سه جلسه هم برگزار شده فرار کردن، یکی هم توی یه جلسه اول بوده، یه اتهامات عریض و طویل بهش تفهیم اتهام کردن، اونم اصلا رفته غیب شده. متفاوتن اینها. آقای رنجبر از اونا بوده که اصلا فرار کرده، اصلا نبوده تو جریان دادگاه. آقای حاجی میری بوده که آقای حاجی میری اونجوری که من تحقیق کردم رسیدم به آقای مسعود مدلل که پشت این بدهی 600 میلیارد تومانی ایشون و اتهاماتشون به بانک سرمایه. حالا اگر مثلا مسعود مدلل هم شما قبلا تو برنامه‌تون یه مقدار شکافتید دیگه، میریم شاید برسیم به جواد مدلل، بعدم میرسیم به مثلا یعنی دوماد زن اول دقیقاً، بله، مکارم شیرازی. مکارم شیرازی این یه ذره عقب‌تر، یعنی چند لایه که میری عقب‌تر میرسم. دو نفر دیگه بودن که خیلی مهمن تو پرونده، به نام آقای امیر حسین کریمیان که در جلسه اول و دوم شرکت نکرد. اتفاقا آقای جعفری دولت آبادی هم اومد گفتش که ایشون مریض و من رفتم تایید میکنم که مریض نیومده. ایشون که ایشون داماد آقای امیر تورج دهخانی زنگن است که همین تا اواخر سال 90 هم رئیس سازمان هواپیمایی کشوری بود. یه نفر دیگه هم که با این با ایشون مرتبط تیم بودن آقای امین کریمیه. این دوتا جالبه که اینها تا جلسه دوم سوم، یعنی این دو جلسه اول که ایشون به بهانه مریضی نیومده بود، آقای امین کریمی هم بوده. این دوتا یه پرونده فساد دیگه هم که کرج داشتن، اصلا ممنوع الخروج بودن. ممنوع الخروجی اینها رو آقای قهرمانی و آقای سمیعی زنوز، این دوتا بر میدارن، ممنوع الخروجی اینا میرن. اینا قهرمانی که دادستان بود، نماینده داستان بود آقای چیز، آقای قهرمان، آقای سمیه زنوز هم که بازپرس پرونده بوده دیگه، اینا رو ور میدن، مرقا اینا میرن. اصلا این دو نفر میرن. بعد تو جلسات دادرسی خیلی جالب بود، آقای قهرمانی از اول که میگه مثلا امین کریمی نیست، امین کریمی که امین کریمی یه آدم واهیه، این متهمین دیگه اینو درست کردن. بعد تو ادامه جلسات شمارش اومد، خودش اومد، وکیل امین کریمی اومد، تازه خودشون اومد گفت من باهاشم صحبت کردم. بالاخره ما نفهمیدیم این امین کریمی آدم واهی بوده یا بوده و شما فراریش دادید. این هم مشخص نشد. اتفاقا اون شرکت هایی هم که میگن باش السی گرفتن و اتهاماتی وارد کردن به بقیه متهم ها، این هم حالا این هم گذرنامه آقای امین کمری که ایشون میگه اصلا واهیه، الان دارید میبینید، متعلق به همین هاست که اتفاقا در همین رأی جدید در آخر گفت حالا این هم اگه مولد بشه میگی.
بعد میرسیم به دو تا آقازاده های شاهرودی مهم، سه تا در واقع، هم میگفتن سید صادق در این پرونده هست، هم سید باقر شاهرودی، هاشم شاهرودی رو میگفتن که این دو تا پسرعمه آیت الله هاشم شاهرودی بودن. یک سید احمد هاشمی شاهرودی دیگه هم بود که ایشون برا هم برادرزاده آقای هاشم شاهرودی بود، هم داماد ایشون بود، که اینها هم فراری هستن و الان نیستن. یکی دیگه از فراری های خیلی عجیب پرونده آقای اکبر یقینیه. آقای اکبر یقینی مرتبط با آقای حسین هدایتی. آقای حسین هدایتی در جلسات دادگاهش همون جلسه اول میگه که آقا من اگه این کارایی که کردم مثلا به نیروی قدس هم کمک کردم، به اسپانسر پرسپولیس هم بودم. آره اینا رو هم گفت. در ادامه ایشون هم از سپاه استفاده کرد، هم از نمیدونم مناسبات ورزشی استفاده کرد، حتی برداشت یادداشت نوشت تو دادگاه گفت ببینید من 1,000,000 هوادار پرسپولیس پشت منن و کسی نمیتونه به من رأی بده. اینا این کارا رو کرد. منتها اون چیزی که گفت مهم بود اینجا گفت من یه خدماتی کردم برای نیروی قدس. و رابط کی بوده؟ رابط این آقای هدایتی و نیروی قدس همین آقای اکبر یقینی که فقط یک جلسه دادگاه میاد. عکسش هم اشتباهی چیز میکنن منتشر میکنن. این خیلی جالبه، یعنی خبر میزنن عکس یه نفر به نام اکبر یقینی منتشر میکنن، یه لیست سیاه اتهامات هم میدن، اما نه عکس ما اونه و آقای اکبر یقینی هم دیگه ما ندیدیم دیگه. اینشون هم رفت، همون یک جلسه بود دیگه در دادگاه. این هم جز فرافیاز که رفته. آقای کلام ادامه بدین صحبتتون رو، ببخشید. آخرین موردش هم که آقای علیرضا موحدی بودش که ایشون هم میگفتن که مرتبط با آقای کاظم نورمفیدی نماینده ولی فقیه در استان گلستان. این مجموع این فراریاست که ما احصا بررسی کردیم و احصا کردیم. مرتبطه که ما داریم اصلا چارترش رو الان نشون میدیم. بله خواهر ایشون داماد آقای نورمفیدیه دیگه، این ارتباط کاملا الهام خانوم. بله بله یعنی ارتباط فامیلی دارن از طریق الهام. بله از طریق بله همین چارتر. بله بفرمایید بفرمایید، ما داریم چارت رو نشون. بله ایشون از این طریق همین چارت و گرافیکی که هست معلومه دیگه، مرتبطن با آقای آیت الله کاظم نورمفیدی که من همیشه میگم ایشون آیت الله جنگل خار بهشون میگم، نماینده ولی فقیه در استان گلستان. همه چی از گور همین نماینده های ولی فقیه در میاد و خودش. البته ما هر جا که دیدیم همین سوء استفاده هاست دیگه، در واقع استفاده از قدرت دیگه، همینه دیگه. ببینید از این مجموعه که فرمودین فراریان بانک سرمایه، میخوام ببینم آیا روشن هست که اینا آیا بهشون حکم مثلا زندان دادن یا جریمه نقدی دارن، یا گفته شده که چقدر اینا مثلا حالا تو دادگاه خودشون با محاکمات خودشون گفته شده که چقدر مثلا اینا بلند کردن بردن خارج فلان هست؟ اینا میشه گفت الان همین تعداد که شما؟ نه نمیشه گفت. یک نمیشه گفت. دوم اینکه اگر رأی هم بدن رأی غیابیه دیگه، رأی غیابی که ارزشی نداره که. نه میدونم، میخوام ببینم چه استفاده ای کردن از فرار اینا، مثلا فرار اینا، چون هفته پیش صحبت کردیم که در فرودگاه پیام مثلا در کرج آقای مقدمی که شما بهش اشاره کردین، رئیس مجتمع معاون پولی بانکی سازمان اطلاعات سپاه، بله فرودگاه پیام دستشه و خیلی از این فراری‌ها از اونجا میرن، از اونجا میرن بیرون و بر میگردن دوباره و دوباره و میرن بیرون. خب بفرمایید. گفتیم که نمیشه گفت. ها من فکر میکنم که خود این آدم‌ها مهم نیستن، اون عقبه‌شون مهمه. برای اینکه روشن نشه ارتباطهای اینها و اون آدمهای پشت صحنه نیان روی صحنه، اینها رو فراری میدن. اگر ارتباط نبود هیچ فرقی نمیکرد، فکر نمیکنم اجازه میدادن اینها فرار کنن. اما مثلا میان آقای عبدالله رنجبر رو فراری میدن که خدایی نکرده یه موقع اسم آقای لاریجانی نیاد تو دادگاه.
میان آقای مثلا امیر کریمیان و امین کریمی رو فراری میدن که یک موقع اسم امیر تورج دهخانی زنگنه نیاد توی دادگاه. پسر و داماد آقای شاهرودی رو فراری میدن که نعوذ بالله اسم آقای هاشمی شاهرودی نیاد توی دادگاه. نمیدونم آقای اکبر یقینی رو فراری میدن که موقع نه تو دادگاه بگه آقا من رابط بودم با نیروی قدس و یه چیزای دیگه ای بده که به ضرر نیروی قدس بشه. اینها دلایل اصلی بیشتر تا اینکه اون آدما خصوصیت خواهد. گرچه ممکنه که تو این وسط از اینها پولم گرفته باشن و یک فسادی هم حتی شده باشه، این هم دور از ذهن نیست که اتفاقاتی هم افتاده باشه، اما اون چیزی که نقطه اصلی مرکزیه من فکر می‌کنم همینه، بیشتر به خاطر اون پشت پرده هاست، مثل حاج میری که باز دوباره نرسیم به مدلل و آقای مکارم شیرازی و غیره. آقای کلانتری، در پیوند با حالا تبرئه شدن دیواندری مدیر عامل سابق بانک ملت و پارسیان که صحبت کردیم که هم اون هم در همین خرداد ماه حکم نهم خرداد حکم تبرش اعلام شد، در حالی که 20 سال حبس بهش داده بودن و بعد اومد ثابت کرد که تمام چیزهایی که بهش بسته اند واقعا بسته اند و ایشان در با مجوز شورای عالی امنیت ملی در حال دور زدن تحریم ها بودند. خب پس کاری نداشته باشیم با من. ببینید توی این ماجرا یکی از همکاراش سید احسان سخایی داماد حجت الاسلام و المسلمین محمود علوی وزیر اطلاعات دولت روحانی است. بله ایشون که لبخند جوکن داره میزنه هم کنار همسرش. نام او در دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری مدیر عامل سابق بانک ملت و بانک پارسیان به عنوان کارچاقون فردی به نام سید عبدالله دستغیب که تسهیلات گیرنده کلان بانک ملت بود آورده شد. آقای داماد، یعنی همین آقای احسان سخایی داماد علوی وزیر اطلاعات سابق، توانسته بود با رانت پدرزن 220 میلیارد تومان بخشودگی برای تسهیلات آقای دستغیب که با برادرش شهرام شریک و همکار بود دریافت کند. یعنی این آقای احسان، یعنی آقا داماد شریک حاج شهرام دستغیب. احسان سخایی و سید شهرام دستغیب، این سید شهرام از اون مقوله هاست، در شرکت سندکو آی جی سوئیس در تهران همکار بودند، همچنان احتمالاً هستند. این آقا داماد کجاست؟ احسان سخایی چه شد؟ داماد وزیر اطلاعات به ویژه مهم. خب عرض کنم خدمتتون که آقای سخایی که به صورت به اصطلاح ابتدایی بخوام بگم محل سکونتش در زوریخ سوئیسه. منتها اون چیزی که من میدونم ایشون الان در دفتر آقای دستغیب در برج خلیفه داره دوباره خدمت میکنه به خلق الله، داره کارهای تجاریشو پیش میبره. اون چیزی که ما اطلاع داریم آقای سخایی هم از اون موقعی که دولت جدید میاد روی کار، به هر صورت این خدماتش چیز میشه دیگه، شایان میشه دیگه، اون ارتباطی که داشت و اینها با آقای علوی وارد یه سری مسائل اقتصادی میشه که یکیش بانک ملت و عبدالله دستغیب و اون پرونده است. ایشون تو حوزه انرژی هم میاد وارد میشه، اتفاقا اونجا هم خیلی مثلا یه سری توربینای دست دوم وارد کردن که الان از حوصله خارجه. اگر شاید ما یک برنامه کامل بذاریم، شاید ما بخوام در مورد این احسان سخایی و برادرش و دختر آقای علوی و خواهر آقای سخایی و حتی پدرش که از دیپلمات‌های سابقه در مورد اینها صحبت کنیم که اینا برای خودشون چه شبکه گسترده‌ای دارن تو حوزه انرژی و تو همین حوزه بانکی که ایشون ورود کرد. ایشون که الان اونجاست، آقای دستغیب هم نمیدونیم. آقای دستغیب میگن ظاهرا توی
ویلای لواسانشونه اگر سوئیس نباشن یا لندن. اون آقای شهرام هم که تا اونجایی که من میدونم لندن بوده، حالا نمیدونم اگه تغییر مسیر داده باشه جای دیگه رفته باشه. سید شهرام. بله سید شهرام، ببخشید یادم رفت. بسیار ازتون سپاسگزارم آقای کلانتری نازنین. اگر که صحبت پایانی داریم بفرمایید که ما شما رو واگذاریم در واقع اینجا و ادامه برنامه رو بدیم. خواهش می‌کنم بفرمایید. من یه چیزی می‌خواستم بگم، شاید این نکته خیلی نکته طلایی در مورد این دادگاه‌های ویژه است. البته شاید اولین بارم اجمالی یکی از عزیزانمون آقای حسین شهبازی زاده از بچه های خوب جنبش عدالت‌خواه دانشجویی که ایشون الان چیزش کردن تردش کردن از کلن از همه چیز گفت، و اینکه ما دوچار یک عدالت کاریکاتوری شدیم در جمهوری اسلامی. قانون ما در برخورد با مردم عادی مثل حال که شکست ناپذیر عمل میکنه، با یک تعاریف موسم میزنه میکوبه، میگه چنان کوبمت با گرز گران. این قانون اینجوریه وقتی که میرسیم به مردم، خلق الله، های مردم عادیه توی کوچه و خیابون. اما وقتی میرسیم در برخورد با خواص، با این آقازاده و دامادزاده و فامیلزاده و نمیدونم جدیدن رسیدیم به بچه های همسرای دوم اینها هم رسیدیم، من اسم براش پیدا نکردم چی بگم به اینها، قانون میشه مثل یک پدر ژپتوی مهربان، میشه مثل یک پیرمرد مهربون که هر کاری هم این عروسکش میکنه میندازه تقصیر گربه ننه و روباه مکار و اینها. خیلی مهربون میشه، میگه بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازی. اینجا قانون نقشش اینجوری میشه با این آقایون. این چیزی که شاید به صورت خیلی عادی و عوامانه میتونیم در مورد این دادگاه ویژه، وضعیت این دادگاه های ویژه بگیم. حالا نه دادگاه، بقیه دادگاه هم اینجوری هست، منتها این دادگاه ویژه واقعا اینجوری بود. بسیار ازتون سپاسگزارم. ممنونم آقای کلانتری که در خدمتتون بودیم در این برنامه. در خدمتی. خب من یکی دو نکته رو میخوام خدمتتون عرض کنم در پیوند با همین دادگاه اکبر طبری. بسیار مهم بود این نقض حکم اکبر طبری، اهمیتش هم قبل از هر چیزی فقط با این نشانه عرض میکنم که زود میاد، همونطور که اول برنامه عرض کردم، دیوان عالی کشور اطلاعیه میاد آخر نقض نشده. در نامه دو صفحه‌ای رسمی آقای محمد علی داداشی وکیل اکبر طبری به ریاست دادگستری کل استان تهران، این که نشون دادیم این نقض حکم کاملا روشنه. خب این آدمی که 31 سال بهش حکم داده بودن، اون همه سر صدا شد که زدن ریشه حتی داخل همه‌شون، میگفتن اول باید از دستگاه قضایی شروع بکنیم تا همه چیز منزه شود، بهمان شود و اینها، نقض میشه. اکبر طبری منتها ما اون نقض شد، ما یقه این دادگاه رو نباید ول بکنیم. چند تا چیز بسیار مهم توشه. توی دفاعیه 19 صفحه‌ای که داد و ایشاخ منتشر نشد و چندین بار در این برنامه بهش اشاره کردیم و اولین بار ایران وایر در خارج از کشور نسخه اصلی این دفاعیه رو منتشر کرد، اکبر طبری در صفحه 6 این دفاعیه اعتراض میکنه که چرا دادگاه یقه یک عضو دفتر رهبری رو که در زمین‌های زمین‌خاری کلاک لواسون او بوده که دستور میده، چرا یقه اونو نمیگیره؟ یعنی کیو؟ علی اکبر ناطق نوری. من اشاره کنم صفحه 6 این حکم همه رو من باید با میگوید سوال شود، به تقاضای خود اصرار دارم تا از آقایان نامبرده سوال شود که آیا این جانب در رابطه با کمیسیون ماده 5 و ماده 100 یا به طور کلی راجع به کلات لواسان حتی یک تماس تلفنی یا حضوری یا توصیه یا تقاضا برای آقای نجفی، حسن نجفی فامیل ناطق نوری و بخشی از زمین‌های کلاک لواسون مال اونه، داشتم یا خیر؟ دو، سوال شود به دستور چه کسی و چه مقامی
این افراد به نهاد رهبری برده شدند و این پرونده به طور کلی. سوال شود به دستور چه کسی و چه مقامی دستور گرفتند تا به رأی شعبه دوم دادگاه حقوقی لواسان در مورد مجوز زمین کلاک اعتراض نکنند؟ پاسخ دهند که نزد کدام مقام حکومتی صورت جلسه تنظیم کردند که فلان و فلان و فلان. این مقام حکومتی چند نفرن؟ یکیشون غلام حسین اسماعیلی بهش میپردازیم که الان رئیس دفتر رئیسی اون موقع هم رئیس دادگستری کل استان تهران بود و هم در پرونده لواسون دستش بود و اون آدمی هم که نهاد رهبری صحبت میشه ناطق نوری، رئیس دفتر بازرسی رهبر معظم بود اون موقع. تو اون ملاقات ناطق نوری بهشون میگه حق اعتراض ندارین، کلاک باید ساخته بشه 250 واحد. چرا باید ساخته بشه؟ چون یکی از مالکان زمین، بخش مهمی از کلاک مال آقای حسن نجفی فامیلمه و این تنها رانت رئیس بازرسی دفتر رهبر معظم و رئیس قوه قضاییه، یعنی صادق لاریجانی، چون صادق لاریجانی دستور میده که آنچه که آقای ناطق نوری گفته اجرا بشه، حالا درصد کمتری. فقط این رانت حکومتی نبوده به فامیل ناطق. سال 88 صادق لاریجانی تازه شده بود رئیس دستگاه قضا، ابراهیم رئیسی هم معاون اول قوه قضاییه بود که پتروشیمی باختر واگذار شد به همین حسن نجفی فامیل ناطق. گفتن به بخش خصوصی واگذار شده در اجرای اصل فلان قانون اساسی و منویات رهبر معظم. البته بخش خصوصی یعنی یک شرکت یا خانواده خاص که از طریق زنجیره ای از افراد بانفوذ با پرداخت 130 میلیارد تومان سهامدار عمده پتروشیمی شده است. در حالی که به گفته محمودزاده نماینده مجلس پتروشیمی باختر در اون مقطع 7000 میلیارد تومان ارزش داشته. 130 میلیارد تومان داده شده سهامدار عمدهش. این خانواده خاص کیان اینا؟ عرض کردم حسن نجفی و برادراش. جمله رو نجفی البته مدت هاست متواری شده و اطلاعی از او در دست نیست. ته. حسن نجفی فامیل ناطق کلی زمین های لواسون اصحاب شده، به گفته اکبر تبری توی دادگاه با رسول دانیالزاده و مصطفی نیاز آذری با هم این ستا اینقدر نزدیک بودن که هر کاری با همدیگه می کردن و از جمله حسن نجفی به خود تبری هم خیلی نزدیک بوده، میگه اگه میخواستم کل لواسون به اسمم میکرد دیگه. اینا رو قبلا صحبت کردیم. اون طرف چون میگم که بخش زیاد این زمین ها رو کرده بوده به اسمش که اون بحث دیگریست. باری یقه کیا رو میگیرن توی این ماجرای تغییر کاربری 1,000,000 متر مربع از زمین های لواسون که به کلاک لواسون و به پرونده تبری مربوطه؟ تمام این بحث داره اینه 1,000,000 متر مربع تو لواسون چنده قیمتش؟ یقی کیا رو کیا بازداشت میشن؟ علی حیدریان که سال 96 شهردار لواسون شده بود و دو عضو شورای شهر لواسون، علی شیرخانی و مهدی شیخی. چرا فقط اینا رو اینا که اوامر بالا رو اجرا کردن، اوامر ناطق و غلام حسین اسماعیلی و صادق لاریجانی رو، پس اینا چی شدن؟ پس ناطق نوری چی شد؟ ناطق نوری که رئیس دفتر بازرسی رهبر معظم، رهبر معظم از ایشون خواهش کردن که ریاست بازرسی دفترشون تشبه برن تو همون مجمع تشخیص که از سال 79 عضوشن و دارن مصلحت نظامشون رو اونجا تشخیص میدن، برن همونجا به کارشون ادامه بدن. الان هم که صادق لاریجانی رئیسش. خب بعد اعلام شد محمد جواد رشیدی با نام مستعار علی یداللهی رئیس سابق اداره امنیت حفاظت قوه قضاییه و رئیس فعلی حفاظت شوراهای حل اختلاف به اتهام اخذ رشوه در پرونده تبری از نیاز آذری دستگیر شد. نیاز آذری کیه که راشی در واقع این بدبخت مرتشی؟ بله ایشون این بدبخت، ببخشید. نیاز آذری کیه؟ ببینید یه پدر و پسرن اینا و یک پسرمون. پدر کیومرث نیاز آذری است.
آذر 99 کیومرث نیازآذری مدیر کل اسبق اطلاعات مازندران به اتهام مشارکت در قاچاق حدود 2 تن طلا دستگیر شد. من اینا رو میخونم و میگم براتون در این بخش پایانی برنامه که بدونین چقدر این ساختار فساد با کمربند سیستم امنیتی قضایی جمهوری اسلامی بسته شده. یعنی تا این سیستم امنیتی قضایی هست، این اطلاعاتی ها و این دستگاه قضایی هستن، این کمربند فساد هست، این کثافت همینجوری هی گنده تر میشه و امکان نداره بهتره که مگر نمیدونم قیام موعود. کیومرث نیازآذری از زمان تأسیس وزارت اطلاعات تا سال 85 ریاست اداره کل اطلاعات استان مازندران را بر عهده داشت، همین قاچاقچی طلا. وی پس از بازنشستگی در سال 85 تقریبا به مدت 10 سال بر صندلی ریاست دانشگاه آزاد مازندران تکیه زد. نامبرده پدر متهم مصطفی نیازآذری است که پس از دستگیری اکبر طبری به کانادا فرار کرد. کیومرث نیازآذری هم که عکسش دیدین تو جمهوری اسلامی صحابه یه پسر میشه اسمشو میذاره مصطفی، چون مصطفی همین شخص بعد از انقلاب ایشون متولد میشن، همونی که الان کاناداست. پسر عموی کیومرث نیازآذری، بابای این که الان دیدین ایشون، حسین نیازآذری 2 دوره مجلس شورای اسلامی، دوره 9 و 10 ایشون نماینده مردم بودن در مجلس. حاج حسین فرماندار بابل در دوره ریاست جمهوری رفسنجانی هم بود، بعدش میشه نماینده مجلس. یکی از متهمان کلان اقتصادی که پروندهش با اعمال و نفوذ اکبر طبری بسته شد، حرفی که زدیم فکر کنیم اکبر طبری مثلا بیگناه فلان بهانه داشتیم، گفتیم اینا همش جنگ حکومتیه، داخل حکومت جنگ قدرت در واقع. با اعمال و نفوذ اکبر طبری پرونده یکی از متهمان کلان اقتصادی که پروندهش بسته شد، مصطفی نیازآذری فرزند کیومرث است که به طور غیرقانونی از کشور متواری شد. او با تشکیل 10 شرکت سوری در داخل و خارج از کشور، با نفوذ در بستر قضایی و بانکی کشور، با فاکتورسازی فلان فلان اقدام به خروج ارز کرده و فرارش هم در قبال رشوه است که اکبر طبری از او گرفته، که قریب به 15,000 متر زمین و 3 طبقه ویلای لوکس با ارزش 420 میلیارد ریال در بابل سر است. مصطفی نیازآذری متهم ردیف 5 پرونده طبری است که پس از دستگیری طبری از کشور خارج شد. مصطفی نیازآذری همان جعبه سیاه پرونده طبری است که اکنون در بهترین نقطه ونکوور کانادا خانه‌ای به ارزش 10 میلیون دلار خریداری کرده و کلکسیونی از بهترین موتورها و اتومبیل‌ها را و نمیدونم شاید چیزهای دیگر را در خانه خود جا داده است. ببینیم، من فقط یه نکته بگم و اونم این است که اعاده دادرسی درخواستش مثلا از طبری پذیرفته میشه و طبری که 31 سال زندان بهش دادن و نقض حکم میشه، بعد میگه خیلی خوب میریم این دوتا به تامت هم دوباره بررسی میکنیم و اینها، ولی درخواست اعاده دادرسی برای مثال عرض میکنم خدمتتون، محمد نجفی وکیل دادگستری که جرمش پذیرش وکالت خانواده های جوانای کشته شده در شازند عراق بود در دیماه 96 به 10 سال زندان براش بریدن، بارها اعاده دادرسی کرده و رد شده. اینجوریه. بریم پرده آخر. خب به قابیل که حابیل رو میکشه، حالا ما بالاخره از نسل کی هستیم؟ نه، بشریت از نسل قابیل نیست، قابیل نسلی نداشت، نسلی ازش باقی نمونده. قالب انسان ها از نسل شیث ابن آدم هستن. حضرت آدم 60 بچه داشته، فقط همون حابیل و قابیل نبود، تصورشون اینه که همین دوتا بودن. بله. یکیشون که کشته شد پس همین یکی میمونه، یکی میمونه پس بعد همین، نه نسل دیگری هم حبت الله داشت. از حوا دوغلو میزایید. بله. و در بعض از روات داریم که در واقع 30 تا دوغلو زایید که میشه 60. یعنی بابا ننه های ما خواهر برادر بودن. شب و روزگار خوش.